سلام، به کلاس درس ما خوش اومدید. توی جلسات قبل ما به تابع 1 به 1 آشنا شدیم. حالا توی این جلسه میخواییم با همدیگه یه بازی رو بکنیم. ربطش رو آخر جلسه متوجه میشید. این بازی شما 2 نفر هست. یک نفر رقیب شما و یکی شما. رقیب شما توی صفحه سمت چپه. رقیب شما یه صفحه کلید جلوشه که میتونه هر عددی رو وارد بکنه. شما توی اتاق دیگه نشستید، اتاق سمت راست توی این تصویر و جلوتون یه صفحه نمایشه. شما علاوه بر صفحه نمایش یه چیز دیگه هم دارید که جعبه سیاه. خب، حالا چه اتفاقی داره توی این بازی میافته؟ رقیب شما یه عددی وارد میکنه. این عدد میشه ورودی جعبه سیاه شما که یه تاب است. خب، بعد اون تابه با توجه به ضابطه‌اش خروجی تولید میکنه. شما خروجی رو روی صفحه نمایش میبینید. شما یه چیز دیگه هم میبینید. شما ضابطه اون جعبه سیاه هم میبینید. و با توجه به ضابطه و خروجی باید حدس بزنید رقیب شما چه ورودی داده. حالا یه مثال میزنیم تا واضح بشه که اصلا بازی از چه. فرض کنید جعبه سیاه شما ضابطه 3x به اضافه 2 رو داره. شما عدد 8 رو روی صفحه میبینید. خب رقیب شما چه عددی رو وارد کرده؟ یه محاسبات کوچیکی با هم میکنیم. 3x به اضافه 2 شده 8. پس x میشه 8 منهای 2 تقسیم بر 3 که میشه چند تا؟ 2 میشه. نه؟ درست میگم بکنم. بله. خب. بچه حالا فرض کنید شما یه عدد دیگه روی صفحه نمایش میبینید. مثلا عدد 5. عدد 5 از چه ورودی رقیبتون حاصل شده؟ دوباره همون محاسبات رو میکنیم. 3x به اضافه 2 شده 5. در نتیجه ما 5 رو منهای 2 میکنیم. تقسیم بر 3 میکنیم تا x رو پیدا کنیم. که میشه 1. بله. حالا یا همین جوریه که شما به این راحتی بتونید عدد رقیبتون رو حدس بزنید؟ یا در واقع به نوعی دیگه بپرسم. آیا بازی اینطوری طراحی شده که شما همیشه برنده باشید؟ فکر نمی کنم. فرض کنید ضابطه تابمون x2 باشه، یعنی f(x) مساوی x2. خب شما با توجه به این ضابطه عدد 9 رو رو تصویر میبینید. رقیبتون چه عددی داده که شما عدد 9 رو میبینید؟ خب همه ما میدونیم که هم مثبت 3 هم منفی 3 9 رو میدن. یعنی وقتی x2 مساوی 9 باشه، x هم میتونه مثبت 3 باشه هم منفی 3. ولی چرا بچه‌ها این اتفاق میفته؟ یه ذره فکر کنیم. چون این تابه، چون بد از نمودار ونی که خونده بودیم استفاده کنیم. یادتونه 2 تا مجموعه داشتیم، سمت چپ ورودی ها بود، سمت راست خروجی های تابه. توی تابه ایگرگ مساوی x2 2 تا ورودی 1 خروجی میدن. شکلش رو میکشم تا متوجه بشید چه اتفاق میفته. بله، اینجا هم مثبت 3 هم منفی 3 خروجی 9 رو دادن. پس شما وقتی که 9 رو ببینید نمیتونید بگید مثبت 3 رو داده بوده رقیبتون یا منفی 3. این اتفاقیه که توی تمام توابع 1 به 1 میفته. یعنی ضابطه جعبه سیاه شما، ببخشید، توابعی که 1 به 1 نباشن، یعنی ضابطه جعبه سیاه شما اگر 1 به 1 نباشه، شما نمیتونید از روی خروجی بگید رقیبتون چه ورودی داده. پس شما نمیتونید برنده باشید. شما در صورتی میتونید برنده باشید که ضابطه جعبه سیاه ضابطه یک تابع 1 به 1 باشه. اینو یادتون باشه. من مینویسم که شما ملکی ذهن باشید. حالا یه محاسباتی که کردیم تو اون سری که ما ضابطه جعبه سیاه همون 1 به 1 بود، یعنی 3x به اضافه 2 بود، رو این مقدار واضح تر می‌بینید. ما گفتیم که ضابطه تابع اینجوری بود که ایگرگ مساوی 3x به اضافه 2 بود. حالا شما به صورت عمومی وقتی می‌خواستید x رو پیدا بکنید چیکار می‌کردید؟ شما ایگرگ هم دیده بودید و می‌خواستید x رو پیدا بکنید. شما چه محاسباتی انجام دادید؟ خب گفتید من ایگرگ رو منهای 2 می‌کنم، تقسیم بر می کنم تا x رو به دست بیارم. یه لحظه این ضابطه نگاه بکنید.
من میگم این ضابطه خودش یه تاب است. اسمش هم میذارم تابه جی. تابه جی اینجوریه که بذارید من دوباره اینجا بکشمش، خیلی قاطی باتی شد، ببخشید دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. تابه جی اینجوریه که ورودی های ایرگو میگیره، ورودی هایی که شما دارید روی صفحه نمایش ببینید، روشون یه سری عملیات انجام میده که اون عملیات ایگرگ منهای 2 تقسیم بر 3 و خروجی ایکس رو تولید میکنه. خروجی ایکس همون ورودیه که رقیبتون. خب این تابع اعجاز انگیز که میتونه ورودی های تابع اف رو از روی خروجی هاش بازسازی بکنه رو بهش میگن تابع وار. و بعداً توی کتاب‌های ریاضی یه نمایش خاصی هم داره. یعنی به جای اینکه جی بنویسن میگن چون این وارون تابع اف با اف منهای 1 نشون میشه. بچه توی این جلسه ما فقط با یه بازی اومدیم مفهوم تابع وارون رو مرور کردیم که تابعیه که میتونه ورودی‌های تابع اصلی رو از روی خروجی‌هاش بازسازی کنه. حالا توی جلسه ما بعد ما با جزئیات بیشتری با این تابع و کاربردهاش آشنا میشیم. امیدوارم که جلسه بعد باز هم با هم باشیم. مرسی. فعلا خدافظ.